آموزشی اصفهان هستم. مبحثی که در خدمت شما هستم ویتامین های محلول در چربی هستم. هدف اینه که در پایان کار دانشجو انواع ویتامین های محلول در چربی، شکل های مختلف هر ویتامین، کارکردهای ویتامین ها، منابع غذاییشون، بیماری هایی که به خاطر کمبود یا اضافه دریافت هر کدوم از ویتامین های محلول در چربی رخ میده رو باهاشون آشنا باشه. از ویتامین A شروع میکنیم. یه ویتامینیه که چند تا شکل ویتامینی یا وایتامر مختلف داره. رتینول، رتینال و اسید رتینویک. یه پیش ویتامین هم برای این ویتامین وجود داره یا پرو ویتامین به نام بتا کاروتن. شکل دیگه پرو ویتامین آ کریپتوگزانتین هست. بیشتر در مورد چشم ما آشنا هستیم با اینکه ویتامین A دخیله. همینطور تو تمایز سلولی و تنظیم ژن هم ویتامین A دخیله. ویتامین بعدی محلول در چربی ویتامین دیه. دو تا شکل داره. کل کلسیفرول و ارگو کلسیفرول به نام دیسه و دی تو میشناسیمش و تو هموستاز کلسیوم و متابولیسم استخوانی دخیله. دو ویتامین دیگه محلول در چربی ویتامین کا و ویتامین ای هستن. ویتامین کا سه تا شکل مختلف داره. فیلوکینون ها رو توی گیاه ها داریم. مناکینون ها رو توی غذاهای حیوانی داریم. منادیون ها یه شکل سنتتیک از ویتامین کا هستن. ویتامین کا بیشتر مرتبط با انعقاد خونه. ویتامین دیگه ویتامین ایه. آلفا توکوفرول، گاما توکوفرول و توکوترینول ها که بیشتر نقش آنتی اکسیدانی در بدن ما دارن. حالا هر یک از این 4 تا ویتامین رو به جزئیاتش در موردش صحبت می‌کنیم. ویتامین A در زنان و مردان به میزان 700 و 900 رتینول اکویوالنت مورد نیازه. بیشتر تو جگر، شیر، زرد تخم مرغ، کره، چربی شیر موجوده. البته پیشساز اون همونطور که گفتیم میتونه توی سبزیجات و از جمله میوه هایی مثل زردالو هم موجود باشه. ویتامین چون محلول در چربیه در برابر حرارت دیدن پایداره. در برابر نور هم پایداره. ولی اکسیداسیون به خصوص اگه حرارت زیاد داشته باشه میتونه رو اون اثرات بد داشته باشه. ویتامین A برای رشد و نمو ضروریه. شاید به همین خاطره که از همون ماهای اول ویتامین A رو به صورت قطره برای بچه‌ها تو برنامه غذاییشون قرار میدیم. برای تنظیم ژن دخیل توی بافت‌های اپیتلیال و بینایی برای اینکه سلامتی برقرار باشه مورد نیاز ویتامین A. برای بدن مقادیر زیادش میتونه سمی باشه، اگرچه مقادیر مناسبش به عنوان یه آنتی اکسیدان تو بدن ما میتونه اثرات مناسب داشته باشه. کمبود این ویتامین مطمئناً رو بینایی فرد اثر میذاره. همچنین باعث خشکی پوستش میشه، شبکیه حالت حساس پیدا میکنه، بیمارهای گوارشی تو فرد دیده میشه چون که گفتیم توی اپیتلیوم اثر گذاره و سیستم ایمنی فرد ضعیف میشه. عفونت های سیستم گوش، سیستم ادراری در کسانی که کمبود ویتامین A دارن به فراوانی دیده میشه. هایپرکراتوزیس یه مورد دیگه است که تو کمبود ویتامین A میبینیم. همینطور هایپوپلازی مینا هم در کمبود ویتامین A به چشم میخوره. مقادیر زیاد دریافت ویتامین A چون یه ویتامین محلول در چربیه میتونه فرد رو دچار مشکل کنه. وقتی سطح سرومی ویتامین A در حد 75 تا 2000 رتینول اکویوالنت در 100 میلی گرم باشه، باعث این میشه که علائمی مثل درد و شکستگی استخوان، هیدروسفالی، پوست خشک، ناخن‌های خشک و ریزش مو اتفاق بیفته، التهاب لثه، همینطور تحریک پذیری و بی‌اشتهایی و همینطور آسیب کبدی از علائم دیگه مسمومیت با ویتامین A هستن. شاید بتونیم بگیم همون عواملی یا مواردی که علامتهایی که توی کمبود ویتامین A میدیدیم در اضافه دریافت ویتامین A هم به چشم میخوره.
ویتامین بعدی ویتامین دیه با نام کلسیفرول میشناسیمش. به اندازه 600 تا 800 آیو برای ما مورد نیازه. تو سالمندا میزان نیاز افزایش پیدا میکنه. مخزن اصلی یا منبع اصلی ویتامین دی برای ما نور خورشیده که از نور خورشید میتونه تو بدن ما ساخته بشه. البته اگر دریافت نور خورشید خیلی خیلی زیاد باشه، این ساختن رو تحت تاثیر قرار میده و ساخت رو کم میکنه. ویتامین دی توی شیر، توی کره، توی جگر، زرده تخم مرغ و همینطور انواع ماهی ها به خصوص ماهی های دریای آزاد یافت میشه. چون یه ویتامین محلول در چربیه، بنابراین در برابر حرارت و اکسیداسیون تا حدودی پایداره. قبلا ویتامین دی رو با این عنوان میشناختیم که به جذب کلسیوم کمک میکنه، ولی الان اون رو به عنوان یه پرو هورمون میشناسیمش، یه آنتی اینفلاماتوریه و اثرات آنتی اینفلاماتوری یا ضد التهابی داره. همچنان که به رشد و تکامل کمک میکنه، روی تنظیم ژن اثرگذاره و همینطور کمک میکنه سلولهای بدنی از نظر استخوانی و دندانی حالت طبیعی داشته باشن، ولی مقادیر زیاد اون میتونه حالت سمی در فرد ایجاد کنه. در مورد ویتامین دی فراموش نکنیم. این روزها این مشخص شده که ویتامین دی میتونه بدن رو در برابر بیماری های خود ایمنی یا اوتو ایمان تا حدودی حفظشون کنه. کمبود ویتامین دی در فرد باعث استومالاسی یا نرمی استخوان و اگه کودک باشه باعث ریکتس یا راشیتیس میشه. تو این افراد ستون فقرات دچار خمیدگی میشه، پاها حالت پراندزی پیدا میکنه، عضلات ضعف دارن و شکنندگی استخوان تو اینها اتفاق میفته. همچنین کمبود ویتامین دی عوارض دیگه مثل پوکی استخوان یا استوپروز هم میتونه داشته باشه. خطر سرطان ها، خطر بیماری های عفونی، سکته قلبی، زوال عقل رو افزایش میده و تو کسانی که سطح سرومی ویتامین دی کمتره، بیماری های خود ایمنی مثل MS و لوپوس بیشتر اتفاق میفته. اما وقتی سطح سرومی ویتامین دی
همون 25 OHD از 75 بالاتر بره، فرد دچار مسمومیت با ویتامین D میشه. همونطور که در مورد ویتامین A گفتیم، اینجا هم دوباره همون مسائلی که در مورد کم بود در مورد اضافه دریافت هم میبینیم. فردی که دچار مسمومیت با ویتامین D، حالت تهوع، حالت استفراغ، یبوست و خستگی داره، بافت‌های نرم کلسیفیه میشن آروم آروم، بافت قلب، بافت کلیه میتونه حالت کلسیفیه توش اتفاق بیفته، هایپرکلسمی در این فرد اتفاق میفته، سنگ کلیه توش اتفاق میفته. سطح بالایی دریافت ویتامین D در روز یا UL برای ویتامین D 4000 واحد بین المللیه. و فراموش نکنیم در اثر اینکه فرد زمان طولانی در معرض آفتاب قرار میگیره، مسمومیت با ویتامین D اتفاق نمیفته، یا در اثر مصرف غذاهایی که غنی از ویتامین هستن مسمومیت اتفاق نمیفته. مسمومیت فقط در اثر دوزهای خیلی بالای این دارو و تکرار این دوزهای بالا اتفاق میفته. ویتامین بعدی محلول در چربی ویتامین ایه. دو نام توکوفرول و توکوترینول میشناسیمش. به میزان 500 آلفا توکوفرول برای افراد مورد نیازه. تو جوانه گندم یافت میشه. پس سمنوی منبع خوب از ویتامین ایه. توی روغنهای گیاهی و تو بعضی از سبزیجات هم یافت میشه. چون یه ویتامین محلول در چربیه، پس در برابر حرارت و اسید حالت پایدار داره. ولی میتونه تابش نور فرابنفش یا بعضی از موارد دیگه که در اسلاید مشخص شده باعث تخریب اون باشه. ویتامین ای رو به عنوان یه آنتی اکسیدان قوی و یه آنتی اکسیدان قوی محلول در چربی میشناسیمش. چون جداره سلول های ما ممبرانس از چربی تشکیل شده، این ویتامین ای به عنوان آنتی اکسیدان به حفظ این چربی کمک میکنه و همینطور اسیدهای چرب اشباع نشده رو کمک میکنه که حفظ بشن، کمک میکنه ویتامین A شکل درست خودشو داشته باشه، حالت اکسید پیدا نکنه، تو گلوبولهای قرمز از اونا حمایت میکنه که همولیز توشون اتفاق نیفته. ویتامین E رو به عنوان یه عاملی که میتونه تو باروری دخیل باشه میشناسیمش. البته اگرچه این ویتامین هم مثل ویتامین های دیگه محلول در چربی مقادیر زیادش حالت سمی در فرد میتونه ایجاد کنه. میزان دریافت ویتامین ای ما بسته به اینه که چقدر اسید چرب غیر اشباع دریافت کردیم. هر چقدر اسید چرب چند غیر اشباع یا پوفای دریافت اون بیشتر باشه، ویتامین ای بیشتری مورد نیاز ما هست. و اگر کمبود ایجاد بشه، عضلات، عروق و سیستم تولید مثلی فرد دچار مشکل میشه. مهمترین مشکل افزایش پروکسیداسیون چربی در قشای سلول خواهد بود، اگرچه مشکلات دیگه ای هم همونطور که در اسلاید میبینید برای فرد رخ میده. و اما مسمومیت با ویتامین ای خیلی زیاد رخ نمیده، ولی اگر رخ بده روی وضعیت استفاده بدن از دیگر ویتامین‌های محلول در چربی اثر گذاره. بنابراین مانع از ذخیره سازی درست ویتامین A میشه و در مورد ویتامین K هم زمان انعقاد رو افزایش میده. بنابراین کسانی که مسمومیت با ویتامین A تو اونها اتفاق میفته، خونریزی از بینی خواهند داشت. ویتامین بعدی ویتامین کا هست که به میزان 120 میکروگرم مورد نیازه. ویتامین کا رو توی جگر، روغنهای گیاهی و بعضی از سبزیجات موجود داریم و باکتری های لوله گوارش ما میتونن این ویتامین رو سنتز کنن. البته نه در بچه های خیلی کم سن که هنوز فلور میکروبی روده برای اونها جایگزین نشده. این ویتامین هم چون محلول در چربیه مقاوم به حرارت و اکسیژنه، ولی توسط قلیا و از اشعه فرابنفش تخریب انجام میشه براش. ویتامین کا رو بیشتر برای انعقاد خون نیاز داریم. البته تو متابولیسم استخوان و کلسیوم هم دخیله، کمک میکنه لثه ها استحکام لازم رو داشته باشن و چون ویتامین محلول در چربی مقادیر زیادش حالت سمی داره.
علائم کمبود ویتامین کا شامل خونریزیه، به خصوص آنمی کشنده در اثر کمبود ویتامین کا رخ میده، چون میزان پروترومبین در خون کاهش پیدا میکنه. برای تشخیص کمبود ویتامین کا یه زمان انعقاد از فرد گرفته میشه یا همون PT از فرد گرفته میشه. کمبود این ویتامین تو انسان خیلی رخ نمیده مگه اینکه فرد سوء جذب داشته باشه، فلور میکروبی رودش در اثر مصرف طولانی مدت آنتیبیوتیک از بین رفته باشه، یا بیماری کبدی داشته باشه، یا یه بچه تازه متولد شده باشه که هنوز فلور میکروبی برای اون جایگزین نشدن. برای این بچه های تازه متولد شده اغلب تجویز منادیون که گفتیم شکل سنتتیک ویتامین کا هست میتونه مفید باشه و از خونریزی پیشگیری کنه. اما مسمومیت با ویتامین کا با فیلوکینون ها و مناکوینون ها اتفاق نمی افته، فقط با نوع سنتتیک ویتامین کا یعنی منادیونه که اثرات سمی دیده میشه و آنمی همولیتیک در اثر مصرف زیاد منادیون توی موش ها دیده شده و زردی شدید توی شیرخواران هم در اثر دوزهای بالای منادیون دیده شده. در مجموع 4 تا ویتامین محلول در چربی داریم: A, D, E و K. ویتامین A رو به عنوان آنتی اکسیدان میشناسیمش، اگرچه تو تنظیم ژن هم دخیله و در بینایی هم بسیار دخیله. ویتامین D رو به عنوان پرو هورمون و با اثرات ضد التهابیش میشناسیمش. ویتامین E رو به عنوان یه آنتی اکسیدان قوی محلول در چربی میشناسیمش و ویتامین K رو بیشتر تو انعقاد خون دخیل میدونیمش. دوزهای بالای همه این 4 نوع میتونن اثرات سمی داشته باشن. دوزهای بالا اغلب در اثر دریافتای غذایی اتفاق نمیافتن، بلکه در اثر مصرف دوزهای دارویی بالا اتفاق میفتند. برای اطلاعات بیشتر میتونید از آخرین ورژن کتاب کراس استفاده بفرمایید. با تشکر از شما.